با نام خداوند بخشنده مهربان، بعد سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی. محمد شریف شریفی هستم در خدمت شما ایزان قرار دارم با برنامه بزنگان. موضوعی که در این برنامه پرداختیم خروج سربازان خارجی از افغانستان است و پیامدهای این خروج بر افغانستان چه ها میتوانه باشه و در این حال آیا واقعا پیمان اتلانتیک شمالی ناتو و ایالات متحده آمریکا قصد خروج از افغانستان را دارند و یا اینکه خیر. به این موضوعات بیشتر در لابلای برنامه با مهمانان من حلقه آقای نور احمد برزین خطیبی فعال سیاسی و آقای غلام فرخ راسه فعال مدنی خواهیم پرداخت. خوش آمدید. سلام. آقای برزین از شما شروع میکنیم. آیا واقعا عزم آمریکا برای خروج از افغانستان هست با توجه به اینکه ما شاهد امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و طالبان در زمان حکومت آقای ترامپ بودیم و یکی از مواد او تفاهم‌نامه این بود که آمریکا از افغانستان خارج بشه تا ماه می؟ آیا الان فکر میکنید که با روی کار آمدن حکومت آقای بایدن همین تصمیم ادامه پیدا خواهد کرد که خیر؟ با درود خدمت شما و بینندگان خوب تلویزیون با نام یاد خدا، پیش از این که ما به این مسئله بپردازیم باید توجه کنیم که آمریکا برای چی آمده بود. حضور نیروهای ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی به خاطر چی بود؟ آیا ضرورت با آمدن نیروهای آمریکایی و پیمان ناتو در آن مقطع خاص که تقریبا 20 سال از آن تاریخ می‌گذرد موجود بوده؟ آیا آمریکا و پیمان ناتو به خاطر ادعاهای ظاهری که می‌کنند، یعنی دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زن و شایسته سالاری، به خاطر همین هدف آمده بودند؟ آیا واقعا آمده بودند که در این کشور یک نظام دموکراتیک را نهادینه بکنند؟ اگر این سوال و این بحث ها درست باشه که آمریکا به این خاطر آمده که رفتن از او برای ما عواقب بسیار بدی داره، اما اگر آمدن آمریکا و حضور آمریکا با متحدین از او در افغانستان به خاطر اهداف خاص پشت پرده ای که خود ندارند و تا حال هم به ما نگفتند به بهانه تروریسم و به خاطر خدمت به مردم افغانستان آمده باشند، بس جاست. اینجا میرسیم به این بحث که آیا آمریکا پشت از این مسائل هم حرفایی داشته یا نه. اینجا چند بود. آمریکا در تقابل با روسیه ای وقت یا شوروی وقت یکی از دو قطب برتر جهان بود بعد از جنگ دوم جهانی. یا آمریکا زایده شده از بطن جنگ، از بعد از جنگ جامعه جنگ دوم جهانی است که جای انگلیس میگیره. به طور یقین این ما برای شما میگم که امریکا جا پای سیاست های مدون و تدوین شده ای که انگلیس ها در زمان استیلایشان بر شبه قاره هند و افغانستان دادن جا پای از اینا گذاشت. یعنی در قرن 19 و اواخر قرن 20 تمام سیاست امپریالیستی یا سیاست کشورهای غربی بر این محور میشه، بالخصوص که در وقت سردادان انگلیس بود، که به تفرقه اقوام یا انشقاق و انفقاق اقوام. شما به نقطه دوروبرتون در آسیا بخصوص ملاحظه بکنید. شما مسئله پشتونستان رو ببینید، پشتون‌ها رو بین افغانستان و پاکستان، مثلا بلوچ‌ها رو ببینید بین افغانستان، ایران، هند و پاکستان، مسئله کردها رو ببینید بین عراق، ترکیه، سوریه و امثال از این، ایران، اینها مسائلی است که استخوان گذاشتن بالای چرخ است. یعنی زمینه‌های چی؟ استکاک، زمین های چالش و زمین های جنگ قبلا آماده شده که شرخ بیاده بشه. یک امریکا با بهانه مبارزه با تروریسم، آیا پرسان کنین این از خودمان و از خانمان و از مردم که طالب زایدی کی بیده؟ آیا طالب، پروژه طالب و برنامه طالب و تشکل طالب و تحریک طالب توسط افغان ها ساخته شد؟ اگر توسط افغان‌ها ساخته شده پالیسی میکر از اینا کیست؟ اگر توسط افغان‌ها ساخته شده اقتصاد از اینا از کجا؟ اگر توسط افغان‌ها ساخته شده برنامه‌های نظامی از کجا؟ بس اینجاست که یاد می‌گیریم بی که گرداننده آمریکاست، تمویل کننده کشورهای سعودی و خلیج است و گرداننده ظاهری پاکستان و اجرا کننده هم طالب. نفع از آمریکا دنها چی است؟ این طرف ما میبینیم که آمریکا حامی حکومت افغانستان هم در همین 20 سال اخیر بوده و همواره از حکومت افغانستان هم دفاع معتد کرده و دنبال نظام سیاسی در افغانستان بوده. در سیاست امروز جهانی و در سیاست به طور کل دوست و دشمن دائمی وجود نداره. امروز شما با همه دوست هستین، فردا دشمن هستین.
امروز دنیا بر اساس منافع میچرخه، احترام بر اساس منافعی است. زمان شما برای من احترام، ما به شما احترام قائل هستیم که منافع ما رو تامین کنیم و شما همچنین. اگر این باشه که این احترام یک طرفه باشه، شما خبر نباشین که منفیت ما چیست و منفیت ما رو تامین کنین، شما برای ما احترام بگیریم، شما یک طرفه رفتین. بس ایست که امریکا، منافع امریکا اینجا چیست؟ منافع امریکا حضور در منطقه یک. ببین اینجا افغانستان از نقطه نظر پلیتیکی به ضرورت سابق خود جسی بشن. این طرف ایران است. در ایران حکومت شیعی ولایت فقیه مخالف با کی؟ امریکا. به نظر ما امریکا خیلی مهم نیست، مخالف با عربستان وجود داره که در مخالفت مذهبی با عربستان وجود داره، در مخالفت سیطره اسلامی یا نمایندگی از اسلام در منطقه ایران از یک طرف ادعا داره، عربستان از یک طرف نیست خواهده بلاره. اینجا تقابل از این دوتاست. عربستان هیچگاه نمیخواد که یک حکومت شیعی حامل خود در ایران سر خود رفت. حالا نقش آمریکا میاد نه آمریکا. آیا آمریکا به معنای منافع خود رسیده و قصد خروج از افغانستان داره یا نه؟ نه نه. همین آمریکا به منافع. منافع منفعت هیچگاه انتها نداره. منافع هم چه تغییر میکنه. آمریکا به منافع خود نرسیده. آمریکا به خاطر اذهان اقناع ساختن اذهان مردم خود ناگزیر است به طرف آنهای دست بزنه. نه با گرچه میگن که ترامپ به این توافق نامه رسیده بود، یا به این توافق رسیده که نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج بسازه، این یک کمپاین انتخاباتی بود، یک مسئله تغییر ذهنیت ها بود. هم حکومت همین ترامپ به عنوان جمهور آمریکا این توافق نامه را به رسمیت شناخت. رسمیت شناختن یک طرف مسئله است، عملی ساختن یک طرف مسئله است. ببینید آمریکا چند کار کرد به خاطر خوشی از اینا و به خاطر تشدید جنگ. 5000 طالب را از زندان های افغانستان رها کرد. اینا به کجا رفتن؟ اینا بدون شک صفوف از اینا در صفوف رزمندگان طالب یک جا شدن و کدرهای اینا در کدر رهبری طالب ها جای گرفته. پس اینا هستن. دو شما ببینید همین قطعنامه را اگر خواند، همین فیصلنامه را اگر خواند، در فیصلنامه چند چیز مطرح است. در این چیزا گاه آدم را خنده میگیره، گاه بسیار یک باز فکر میکنی که بازی های سر کوچه و بازار است. در توافقنامه امارت اسلامی افغانستان نوشته میشه، آمریکا میگه ما امارت قبول نداریم. این شوخی نیست. در شماخونه نوشته میشه که نیروها به شرط است، اما با وجود از این نیروها به شرط از اینکه با طالبان چکار بکنن، روابط خوده با سازمانهای تروریستی یا بنیادگرایی خارجی قطع بکنن. القاعده، داعش. اول کی گفته چی تضمینی وجود داره که اینا روابط قطع کنن؟ ثانی از این آیا همین طالبا بخش از القاعده نبیدن؟ اسامه بن لادن همینجی نبود؟ شما اسامه بن لادن رو در پاکستان به نام چی زدید؟ اگر او ایمن زویدی اینها تنها طالب بود، تنها القاعده بودن که قطع مزده که خود کی داره؟ پس این ارتباط، این ارتباطات بین طالب، بین القاعده، بین داعش، بین بوکو حرام، نمیگم بین ایکس وای زد سازمان های کس، اینها یک پیمان های دائمی است، پیمان های ایدئولوژیکی فکری است که با این گفا قطع نمیشه. تشکر از شما. آقای روسه، آنچه که در صحبت‌های آقای ترامپ در واقع ما شاهد بودیم خروج نیروهای آمریکا از افغانستان بود، مطابق توافقنامه‌ای که با طالبان داشتن. با روی کار آمدن حکومت آقای بایدن در واقع الان تاکید بر روی بازنگری همون توافقنامه هست و حتی ناتو هم اعلان کرده که خروج اونها وابستگی به شرایط افغانستان است. این چه معنا داره؟ آیا ما باز هم شاهد حضور نیروهای خارج افغانستان خواهی بوده که نه این بار زنگ است برای خروج اونها؟ به نام خداوند بزرگ و توانا، با سلام خدمت شما جناب خطیبی صاحب، بیننده های گرامی. همونطور که خطیبی صاحب بیان کردند، بحث آمادن و رفتن نیروهای خارجی بازم بستگی به منافع ملی از اونا دارن که چی وقت منافع از اونا تامین میشه بحث خروج شاید مطرح بکنه. اما به ارتباط سوال شما میگم که بحث موافقت نامه صلح که ایالات متحده آمریکا با طالبا بسته کرد، شرایط وضع شده بود در کاهش خشونت ها، بحث از اینکه مذاکرات و گفتگوهای صلح باید به طرف مثبت بره، بس از این بود که راهی 5000 زندانی طالب بود. اما در کل اگر موافقت نامه کل مواد از این رعایت میشد، خب خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز میشد و تعدادی هم بیرون کردن. بس از اینه که آقای ترامپ میخواست که یک دستاورد در آخرین
سالهای حکومت خود داشته باشه، چون جنگ افغانستان طولانی شد 20 سال در بر گرفت و نیروهای آمریکایی با جمع کشورهای ناتو در افغانستان حضور داشتن، با وجودی که در مقابل از اینا گروه‌های غیر منظم جنگ می‌کرد، یعنی گروه‌های مختلف در افغانستان امروز به شمول طالب‌ها، داعش یا سایر گروه‌ها، اینا نیروهای منظم نیستند که یک نظام منظم باشه که اینا با هم درگیر بشن. بیشتر یعنی مو جنگ‌های پراکنده بوده که صورت گرفته و اگر آمریکا دست آورد نمیدش، باینده شاید همو اتوریته و اعتباری که در جهان داشت از دست میداد. به زول لحاظ رای حل مسئله افغانستان بس مسائل سیاسی از طریق گفتگوها و مذاکرات صلح بین الافغانی ایجاد کردن که یکی از بس خود موافقت نامه مذاکرات بین الافغانی بود که دیدیم آغاز شدی که متاسفانه تا به حال نتیجه مثبت نداشته. اما من به این نظرم که هیچ وقت ایالات متحده آمریکا نمیخواد که افغانستان ترک بکنه، یعنی چون منافع ملی ایالات متحده آمریکا در حضور از او در افغانستان بستگی داره. به خاطر همین تو پیشتر جناب خطیبی صاحب گفتم افغانستان کشوریه که در قلب آسیای مرکزی موقعیت داره و بعضی کشورهای چون ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، خود چین، پاکستان، ایران، اینا هم مرز با افغانستان هم و امریکا نیاز داره که همیشه از طریق حضور در افغانستان بتونه برنامه ها و پروگرام هایی که داره عملی بسازه روی منافع ملی خود. و بس اخیری که آقای جو بایدن مطرح کرد، میبینیم یک بازنگری میخواد در موافقت نامه صلح داشته باشه. یعنی من بیزی باورم به نظر من که 100% بازنگری در موافقت نامه صلح از طرف ایالات متحده آمریکا با روی کار آمدن حکومت جدید روی دست گرفته میشه که اینا تغییرات اساسی روی از این مسئله میارم. اما خروج من کاملا باور دارم که ناتو و ایالات متحده آمریکا به زودی نیروهای خود از افغانستان خارج نمیکنن و اگر نیروهای نظامی خود بیرون بکنن، نیروهای اینجا میمونه که برای بخش مشوره دهی باید با بخشهای مختلف افغانستان حضور داشته باشن، بخشهای اقتصادی و سازمانهای که بتونه حداقل بین المللی از ایالات متحده آمریکا ناتو بتونه کمک کنه. ماندن همین نیروها چه میتونه باشه؟ حکومت افغانستان بارها گفته که بدون نیروهای خارجی هم اینها به قادر به تامین امنیت افغانستان هستن و در بسیار از عملیات ها وزارت دفاع میگه که رسما سربازان افغانستان حضور دارن و از خارجی کمک گرفته نمیشه. آیا نیاز هست با این خودکفایی که حکومت افغانستان ادامه کنه باز هم خارجی در افغانستان باشن؟ من من حیث یک شهروند، من حیث یک فعال جامعه مدنی نیاز می‌دارم که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند. حتی اگر حضور تداوم جنگ در افغانستان باشه. حتی اگر برای تداوم جنگ در افغانستان باشه. ببینیم تداوم جنگ کی پیش می‌بینه؟ کی حمال پیش بینی می‌کنه؟ کی حمال میایه همین نظریات دیدگاه خود مطرح میکنه؟ کی میایه بزنج حمایت کنه از دولت افغانستان؟ کی میایه حمایت بکنه از مردم افغانستان؟ همین حال میبینیم زمان بحث خروج نیروهای خارجی از افغانستان میشه، روحیه مردمی که در جنگ ها دخیل نیستم تغییر میکنه، سر روح و روان از اینا تاثیرات منفی رو به جار میگذاره. کشورهای همسایه منطقه میبینیم سر روح و روان از اینا متوجه هستن که عامه مردم افغانستان با حضور خارجی افغانستان موافق هستن. عامه مردم افغانستان نباشه، یک نظر سنجی داشته باشه، شاید 70% مردم افغانستان با حضور نیروهای خارجی فعلا به افغانستان با همین شرایط فعلی موافقت نشون بده. به خاطر اینکه میگن که حضور نیروهای خارجی باعث تداوم جنگ در افغانستان شده و میشوه. ببینیم بازم بس طالبهای خب طالبهای امروز بس به خاطر از این میکنن که تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان باشه شاید انتون اینا قدرت بگیرن. یک بس اینو اینا در موافقه بیشتر تاکید از اینام روی ازی شده که باید نیروهای خارجی از افغانستان بیرون بشن، چون حضور نیروهای خارجی در افغانستان و اگر جنگ طالب ها با نیروهای امنیتی افغانستان میکنن یا عملات را انجام میدن، انمی حضور خود نیرو باعث ازی میشه که در تقابل با اونا حمایت بکنم از حکومت افغانستان، از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی بکنم، حمایت بکنم. و بس خود آقای ترامپ بود که گفت ما مسئولانه بیرون میشیم و ناتو اخیرا دیدیم در کنفرانسی که گرفته شد مطرح نکرد چی وقت ما خارج میشیم. حضور از اینا گفتن میخوایم مسئولانه باشیم برای از اینکه صلح در افغانستان تامین بشه، افغانستان دیگه دوباره پایگاه برای توریستا و دهشت افغانا نباشه. این بسای بود که خود آقای جو بایدن مطرح کرد. به شرط خروج نیروهای خارجی قرار دادن تا زمانی که نیروهای خارجی افغانستان سگ نکنن اونها حاضر نیستن که این مذاکرات رو هم ادامه بدن. ببینیم تو که موافقت نامه صلح ایالات با ایالات متحده آمریکا طالبان امضا کردن، ایالات متحده آمریکا بود که بعد خشونت ها کاهش پیدا بکنه،
آتش بس برقرار باشه و عملا طالب ها با صلح کنن از طریق سیاسی پیش برن و اگر نکنه این موافقت نامه کدام نتیجه نداره. ولی که بس یک طالب ها بس میکنه که نیروهای خارجی باید افغانستان ترک بکنه و باید تا به حال ترک میکرد. خب ببینیم دنیا و سیاست های دنیا دم به دم تغییر میکنه. به خاطر از این خشونت ها کاهش پیدا نکرد، آتش بس نشد، خشونت ها افزایش پیدا کرد. خب مردم افغانستان از جامعه جهانی، از کسایی که 20 سال در افغانستان حضور پیدا کرده، این بود که شما باید صلح در افغانستان تامین بکنیم، نیروهای امنیتی افغانستان باید تجهیز بکنیم، وسایل و تجهیزات بشه، آموزش بدیم، شما باید عملا در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاد بشیم. اگر اینو بدون دستاورد افغانستان ترک میکنن و خشونت ها باز مثل گذشته خانه به خانه شروع میشه، خب باز فردا زیر سوال همین مردم اینو قرار میگیرن. در حال حاضر ما شاهد خشونت در افغانستان هستیم به پیمان بسیار زیادی. ببینید بعد از موافقت نامه صلح متاسفانه که باید جنگ در افغانستان کاهش پیدا میکرد، خشونت ها کاهش پیدا میکرد، آتش بس میشد که واقعا مردم درک میکردن که انمی موافقت نامه صلح و همی مذاکرات و گفتگوهای صلح بین الافغانی میتونه یک دستاورد و یک نوید برای ختم جنگ در افغانستان باشه. متاسفانه طرفین درگیر جنگ خشونت ها افزایش پیدا کرد، با وجودی که چندین بار حکومت افغانستان از طالبان خواست که بعد آتش بس بکنه، کشورها و جامعه جهانی اتحادیه اروپا خواستن که بعد آتش بس صورت بگیره، متاسفانه طالب ها آتش بس نکردن. و اون وقته که مردم نیاز میدانن که باید کسایی حمایت بکنه. ببینیم امروز ژاپن نیروهای آمریکایی پایگاه های در ژاپنه، اونا حتی میخواد که پایگاه خود خارج بکنه، نیروها خارج بکنه. حکومت و مجالس ژاپن میگه ما پول میدیم، هزینه میکنیم، نباید پایگاه خود از ژاپن، کشوری که امروز با کجا قرار داره، ما با کجا قرار داره، نیاز میدانه که نیروهای آمریکایی باشه. پس اینجی هم بس اینه که هر زمانی که نیروهای خارجی میخوایم از افغانستان خارج بشن، روز باید اینا خارج بشن، اما مسئولانه و اصولانه باید اینا خارج بشن، نه که مردم افغانستان تنها بگذارن بازنمو دهشت و وحشت اینجا. تشکر از شما آقای خطیبی. آقای راسب به نظر هستن که در حال حاضر خروج نیروهای خارجی باعث تداوم جنگ و افزایش خشونت در افغانستان میشه و مثلا بگه میبینه که طالبان حاضر نیستن که تا زمانی که خارجی ها باشن اینها تن به صلح بدن، به نظر شما آیا بودن نیروهای خارجی در افغانستان در حال حاضر جلوی خشونت رو میگیره یا نه باعث افزایش خشونت بیشتر خواهد شد؟ با احترام به جناب راسب و نظر نو نظر خودشاست، اما من میگم اگه تمام مردم افغانستان به شمول دولتمدارا، جامعه مدنی، احزاب، سیاستگرا و همه موافق باشن به اینکه امریکایی ها و ناتو در افغانستان باشه، شخصا مخالف. به صراحت گفتیم بارها هم دلایل. بس اگر امریکا زمانی که زن هیراتی در چارسو هرات شلاق میخورد، قمچین میخورد، به کجا بود نمیدید؟ زمانی که امریکا کور بود، جامعه جهانی کور بود، ناتو کور بود که دروازه های مکتب های دخترها در هرات بسته شده بود، اینها کور بودن، چشم نداشتن که مردم هرات، بچه های مکتب هرات، بچه های فاکولته های هرات، دانشگاه هرات و افغانستان ناگزیر بودن که در اونجا کنز و قدری و شروط و صلات و فقه و اینا رو بخوانند؟ آیا نبودن نمیدیدن که وقت نماز دروازه های دکانه ها بسته می شد و باشالله مردم به ما و صد های دیگه و صدهای دیگه که نام بگیرم از بس برنامه اون وقت مگر جامعه ما جهانی نمیدید؟ نماینده های دستگاه های استخباراتی و رسانه اینا در افغانستان نمیدن که بینن یکی بینه به بینه گزارش میداد؟ بس ایسکی آنگاه که امریکا منافع خود در این جدید و با حضور خود منافعات خود حضور خود تن بانه که بار بانه قرارد. باز هم میگم که دنیا دنیای منافع است، امریکا به خاطر من آمده، به خاطر شما هم نمیده، به خاطر دموکراسی هم نمیده، به خاطر منافع خود در آتلاف دراز مدت آمده. کاش در بین دولت مردای ما، سیاستگرهای ما، تمام اهل خبده ما در اینجا یک گوش شنوایی وجود میدیشت. اینار ما 20 سال پیشتر گفتیم جناب شریف، به صراحت میگم که بشنو، 20 سال پیشتر ما گفتیم حضور نیروهای خارجی بالخصوص حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان در دسترساز است، عواقب و عوارض بسیار سنگینی داره، میشد که این نیروها به تحت نظر سازمان ملل متحد با کلاه سبزهای ملل متحد و از کشورهای اسلامی باشه، مردم افغانستان خواسته باشن نخواهد در قابل کافر چیستن، حساس هستن، کافر پذیر نیستن، نمیتونن تحمل کنن و پذیرن، ایسه کافر میشناسن از نگاه ایدیلوژیکی عقیدتی جا دارم علیه اینو فرق اینجا اجازه. ما متاسفانه به دولت هم وقت اداره موقت آقای کرده پیش ناکه هم گفتیم که در دست ساز نوشته دادیم به وزارت، بیاین این مینی رو مبدل بسازین به
نیروهای از کشورهای اسلامی، از کشورهای همسایه تحت زمانت های تحت نظر ملل متحد تا ما در آینده با مشکل بر نخوره. سیاستگر آن است که پیش بینی کنه وقتی که واقعی اتفاق میفته، واقعی به وقوع میفته، عمل انجام میشه. خود شما میفهمید، ما میفهمیم، مردم اطراف مردم عوام هم به قابل معروف عوام معذرت میخواد، مردمی که کم سوادن اونا میفهمن، مردم عادی هم میفهمن. ببین بعد وظیفه سیاست اینه که پیش بینی که چیکار میشه. شما هم ما آمریکا رو میشناسید، اجازه بدید ما آمریکا از ظرفیت و توان داشت به خاطر اینکه ببینید که بیشتر بودجه نظامی افغانستان رو آمریکا تمویل میکنه. اجازه بدید، همین بودجه آمریکا تمویل نمیکنه، بودجه از کشورهای دیگه میگیره، بودجه عربستان میده. بازم به شما میگم این خرچی که امروز به دوها میشه اینا آمریکا میده. اینها دلارهای نفتی جناب شریفی سید، اینها دلارهای نفتی کشورهای عربستان، کشورهای امارات، کشورهای خلیج و ایناست. اینها رو اونا تمویل میکنه. عربستان از جیب خودی آمریکا از جیب خودی چه جای خرج نمیکنه. یک، وقتی که گوشش رو نه، وقتی که ما نتونیم پیش بینی کنیم چرا این است. دو، در کشور ما متاسفانه که یک پیش بینی نیست، یک است که دل سوزی نیست. امروز شما که اگر خواسته باشیم از استقلال از نگاهی که در متون سیاسی اومده تعریف کنید، دیگه استقلالی وجود نداره. نه شما استقلال دارین، نه آمریکا استقلال داره، نه شما مستقل هستین، نه عربستان مستقل است. ببین دلیل بنابی وابسته هستین، بدتر از همه وابستگی های اقتصادی است که کشور به یک دیگه وابسته اقتصادی است. بنان هر چی که او بگه عمل میکنه. این کشورها هم امروز همین که اینا گفتن ژاپن مثلا، اما عربستان هم پایگاه از اینا نیست. هست، ببین اینا هست، این پایگاه اینج منافع اقتصادی ما برده اقتصادی. وقتی که با پاخ نباشیم نتونستیم با همین کمک های خارجی، با همین توانایی مالی، با همین اساکر نیرو. ببینید صد دو تا مثال، تاجیکستان کدام کشور خارجی حمایت میکنه؟ ازبکستان کی حمایت میکنه؟ قزاقستان؟ ببین کشورها هستن که رهبرای از اگر وابسته بودن حداقل 10% عرق ملی داشتن، احساس ملی داشتن، تاستن کشورها خور بسازن. تاجیکستان قریب ترین کشور همین منطقه بود. امروز بسیار چیزا این راه حل در خروج خارج از افغانستان هست نظامی ها. ببینید من بر شما نماندن اینا نه راه در این کشور چرا همین خارجی ها برای جنگ پایان نمیابه؟ اگر میره چشم بازم برن دیگه، ما خود موافق خون که برن، ما خود که ما خود میکشیم دیگه برن، ما خود کشته میشیم، چی به سیل کشته میشیم، چی با بارش کشته میشیم، چی به جنگ کشته میشیم، چی به توپ کشته میشیم، کشته میشیم. ما جنگ کفر و ایمان باید بمیریم، ز فقر و حسرت نان باید بمیریم، مگر ما به چندرهای عرشیم که زیر سیل و باران هم بمیریم دیگه. ما خود میمیریم، بیتر خود ما خود بکشیم از اینکه خارجی ما کشیم. بس ایست که در همین شرایط که اینا میاد، اگر خارجی ها نرن که نرن، اگر برن نه، مسئله جنگ ختم نمیشه. برای از اینکه ما جنگ ریشیابی نکردیم، ما جنگ نمیفهمیم به خاطر چیست. زمینه های جنگ هنوزه در کشور شما مساعد است. شما طالب رو نادیده بگیرید، طالب نیست، طالب با آمریکا مراوده کرده خلاص. شما جناب انصاری چیکار میکنید؟ چی میگه میخوایم یه حکومت اینا هم چیکار میکنه خودت؟ این راه حل نه در حضور هست، نه خروج خارجی ها. راه حل در تا زمانی که مردم و سیاستگرهای افغانستان عامل جنگ را پیدا نکنند. که جنگ بر سر چی؟ ما خود شما درگیر هستم به چی؟ به خاطر چوکی شما جنگ میکنم، به خاطر مقام شما جنگ میکنم، ما این به خاطر همین چاینک پیاله، به خاطر چی؟ به خاطر یک چیزی هست، به خاطر چی جنگ؟ حکومت افغانستان درک نکرده که واقعا جنگ افغانستان از چه چیزی هست؟ متاسفانه من یک نوشته دارم راجع به می امریکا و طالبان و صلح، متاسفانه شاشا نخوندم. بس ایست که همین حکومت افغانستان در طول همین 20 سال که پاکستان میگه دشمن ماست، میفهم پاکستان از چی میخواد؟ چرا اعلان نمیکنم پاکستان از چی میخواد؟ چرا ما مردم در میان نمیذارم؟ اگر ما خود نمیگیم، حالا اگه بگیم باز میگن شما دیگران رو شما تجزیه طلب هستید، ایران هیچ همین منظور منفیت پاکستان در چیز که جنگ در افغانستان باشه. اگر منفیت ایست که حتما هم ایست که پاکستان چند مسئله داره که پاکستان هند اینها کشورهای هستن که دارای منافع مختلف هستن، منافع از اینها در تضاد است و اینها ما را هر کدام به حیث حیات خلوت خود فکر میکنه. میخوای که از نقطه ما آسیب نبینه، ما علیه از او استفاده نشیم. هند همیشه سیاست میکنه، پاکستان همیشه سیاست میکنه، ایران همیشه سیاست میکنه، هر کشوری که در همسایگی ماست از ما سوء استفاده میشه و ما متاسفانه توانایی استفاده بودن. ما اینمی سوال از سوالی بریم که از این پاکستان این پاکستان از شما چی میخواد؟ چرا نمیدیم برادر؟ همین که امریکا رو میدیم به پاکستان بده. بیا نمیدیم، همین ما و شما چی میخواد؟
چرا مطرح نمی‌کنید؟ تشکر از شما. آقای راسب، در اظهارات آقای بایدن هم قبل از در واقع که به عنوان رئیس جمهور آمریکا تعیین بشن هم صحبت‌های زد و نقیز در مورد افغانستان داشتن. گاهی در واقع بیان کردن که پاکستان به مراتب مهمتر از افغانستان هست. گاهی به فکر تجزیه افغانستان بودن، ایجاد کماند فدرالی و امثال خود. الان که به عنوان رئیس جمهور آمریکا هم هستن، گفتن که باید همین توافقنامه صلح آمریکا و طالبان بازنگری بشه و در این خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مسئولانه باشه و بدون عجله. و در این حال ما شاهد حضور نیروهای ناتو در افغانستان هم هستیم. چه چیز در واقع بین آمریکا و ناتو نقطه مشترک ایجاد کرده به خاطر حضور و خروج اون از افغانستان؟ خب ببینیم، بعد از اینکه نشست سران ناتو و بحث خود آقای جو بایدن که حضور پیدا کرد و بحث کرد که ما در موافقت نامه صلح بازنگری میکنیم و ما از برنامه سیاسی مسئله حل سیاسی افغانستان از طریق صلح ما حمایت میکنیم و خود ناتو زمان بحث کردن که نیروها خود ما از افغانستان مسئولانه بیرون میکنیم و هنوزم مشخص نکرده که چی وقت نیروهای خود از افغانستان بیرون میکنه. خود پشتیبانی و حمایت کشورهای ناتو به خصوص آلمان مطرح کرد که اگر ایالات متحده آمریکا من حیث یک شریک ما در افغانستان حضور پیدا بکنه و تداوم پیدا بکنه نیروازی، ما هم در کنار از او برای حمایت از حکومت مردم نیروهای ما در افغانستان بین ناتو و آمریکا منافع مشترک در افغانستان وجود داره؟ طبعا وجود داره. ببینیم این بحث منافع خود مشترک چی از حاله که آمریکا جنگ افغانستان را به بهانه مبارزه با تروریسم و القاعده شروع کرد؟ ببینیم، بحث جهان بحث های حال صورت میگیره که پس از تک قطبی بودن شاید خارج بشه. بس خود ناتو امروز من حیث یک سازمان قوی منطقوی یک جهانی خودی اومد رای. بس روسیه رو ببینیم، امروز که روسیه روسیه گذشته نیسته و امروز میخواهی که من حیث یک ابرقدرت در مقابل یا در تقابل با ایالات متحده آمریکا گام های رو بر بدن. بس چین ببینیم که از لحاظ اقتصادی چقدر تانسته سر دنیا تاثیرگذاری داشته باشه. و اینا موضوعاتیه که چون کشورهای غربی بخصوص روابط نیک و دوستانه را با اتحادیه اروپا دارن، با کشورهای اروپایی دارن، به خاطر از اینکه اگر منافع مشترک اینا نداشته باشن، با هم همسویی نداشته باشن، خب قطبهای دیگه شاید ظهور بکنه که باز هم برای در ناتو دردسر ساز باشه، هم با ایالات متحده آمریکا. یکی از دلایل حضور ناتو در افغانستان حمایت از دموکراسی و حقوق شهروندان افغانستان هست و تحکیم نظام. اما آمریکا و مخصوصا ترامپ در زمانی که توافقنامه صلح با طالبان امضا کردن گفتن که جنگ افغانستان مربوط خود افغان هاست و جنگ آمریکا با طالبان نیست. این آیا نشان نمیده که بین منافع این دو قدرتی که در افغانستان هم حضور دارند یک نوع تضادی وجود داره؟ ببینیم، پیشتر خطیبی سه بس کردم ای که پشت پرده چی جریان داره نه برای ما شاید مشخص باشه نه برای همین حکومت افغانستان مشخص باشه که چی معاملات صورت میگیره بین ایالات متحده آمریکا، بین اتحادیه اروپا، بین طالب ها در این موافقت نامه صلحی که انجام شده. به خاطر از اینکه ما میبینیم بس های جریان داره که هنوز کل مردم افغانستان از این موافقت نامه صلح و می پروسه صلح آگاهی کامل ندارن، نه حکومت افغانستان برای از اون آگاهی کامل داده، نه خود جامعه جهانی برای از اینا من حیث کشورهای بیرونی معلوماتی دادن، نه خود سازمان ملل متحد تاول توانسته که به پاسخ‌ها و سوال‌هایی که مردم افغانستان از پروسه صلح دارن و آینده افغانستان باید چگونه یک حکومت و چگونه یک نظام باشه هنوز پاسخ نیافتن. برای ازی ای که پشت پرده چی جریان داره برای ما مشخص نیست، اما در کل ما میخوایم که این سیاست اخیر ایالات متحده آمریکا با تغییر آقای ترامپ در افغانستان و ناتو تغییر کرده، به خاطر از اینکه در همین کنفرانسی که ناتو کشورهای از اینا سران گرفته باید مشخص می ساختم که چی وقت نیروهای ناتو از افغانستان بیرون میشه. این منتظر نگاه داشتن، نگفتم که ما چی وقت بیرون میشه. این شرایط افغانستان هم میگن الان شرایط افغانستان چگونه هست بودن شما؟ شرایط افغانستان طور است که ناتو و متحدین زود در افغانستان بمانند که خارج بشن؟ زمان خشونت افزایش پیدا میکنه، یکی از نگرانی های ناتو و ایالات متحده آمریکا سازمان ملل متحد عظیمی افزایش نگرانی ها و خشونت هایی که در افغانستان افزایش پیدا کرده. زمان خشونت ها افزایش پیدا بکنه، خب یکی از موافقت نامه های صلح که ایالات متحده آمریکا با طالبان امضا کرد کاهش خشونت ها بود. متاسفانه ای افزایش خشونت ها باعث از میشه که اینو بعد نیروهای از اینا در افغانستان باقی بمونه. بهترین فرصت برای حضور از بیشتر از اینا در افغانستان به خاطر همونطور که پیشتر بحث کردیم، چرا بهانه ای را برای خارجی ها مقتن آمریکا و ناتو بده که حضور اونها در افغانستان مستحکم تر بشه؟
خب ببینیم تا 20 سال جامعه جهانی ایالات متحده آمریکا ناتو با کی جنگ کردن؟ اینا که با نیروهای دولتی افغانستان جنگ نکردن. حملاتی که اینا انجام دادن علیه کی انجام دادن؟ تجهیز و وسایل و کمک‌های مادی و مالی که با حکومت افغانستان به مردم افغانستان بخصوص برای نیروهای نظامی کردن علیه کی اینا کردن؟ خب علیه طالب و سایر گروه‌هایی که در افغانستان جنگ می‌کرد. 20 سال اینا با همدیگر جنگ کردن. خب طالب طبعاً می‌خواد که هم برای از اینکه از لحاظ روحی و روانی بتونه تاثیرگذاری سر مردم داشته باشه، سر جهان داشته باشه، یکی از خواسته‌های اینا اینه که باید نیروهای خارجی افغانستان ترک بکنه. و همین فعلا اینا خود برنده با امضای توافقنامه اونها صورت نگرفته. به نظر شما توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان منعقد شده، آیا این به معنی ختم جنگ آمریکا با طالبان نیست؟ نه خیر، ببینیم همین حال طالب ها خود برنده میدان نه جنگ میدانن در مقابل نه تنها حکومت افغانستان بلکه ایالات متحده آمریکا، سازمان خود ناتو و کشورهایی که از افغانستان حمایت کردن خود برنده جنگ میدانن، میگن ما پیروزیم. با همی که موافقت نامه صلح ایالات متحده آمریکا با اینا اومد امضا کرد و همون خواسته هایی که اینا داشتن تقریبا اینا را سر حکومت افغانستان عملی کرد، خود برنده جنگ میدانن. و اگر به همی خواست طالب ها امروز نیروهای خارجی افغانستان را ترک بکنن، اینا من حیث یک قوتی که امروز به جهان شاید نشان بدن که ما ایالات متحده آمریکا با همون ظرفیت، با همون توانایی و به شمول ناتو و سازمان های بین المللی ما شکست دادیم، اما اینا با آینده من حیث یک قوی برتر در جهان شاید برنامه ها و پروگرام های وسیع داشته باشن. به زول لحاظه که نیروهای خارجی، کشورهای خارجی افغانستان ترک نمیکنه. دوام نیروهای خارجی و آمریکا مخصوصا ناتو در افغانستان در واقع مورد زمین این هست که خشونت در افغانستان کاهش پیدا میکنه، طالب به قدرت نمیرسه. ببینیم تا عاقبت به همین سیستم نمیمونه. همین فعلا خشونت ها افزایش پیدا کرده، نگرانی فرد جامعه از افزایش خشونت های هر روز هموطنای ما جانهای خود از دست میدن. تمام ضربنهای جامعه میبینیم رو بر با حضور آمریکا و خارجی ها فقر و گرسنگی و بیچارگی دامنگیر مردمه. سیاست ها تغییر میکنه بزی حالت بقی نمیمونه. اگر بمانند شما تا کم خواهد شد باز هم طالب بقب که زده خواهد شد که نه. ببینیم اگر موافقت نامه صلح ایالات متحده آمریکا و موافقت مذاکرات و گفتگوهای صلح بین الافغانی نتیجه مثبت نداشته باشه، شاید از راه نظامی خود ایالات متحده آمریکا، خود کشورهای ناتو بیشتر از گذشته برای تامین صلح و برای تامین عدالت در افغانستان و برای از اینکه جنگ کاهش بدن و جنگ ختم بکنم از افسار نظامی اینو استفاده بکنم. بارها نماینده آمریکا زمه خلیزا گفته بود که راه حل افغانستان خشونت نیست، مذاکرات و گفتگو هست و رهایی زندانیان هم در واقع نشان دهنده از انعطاف آمریکا به خاطر مذاکرات و صلح هست. آیا فکر می‌کنید که باز هم آمریکا عملیات خود بیشتر خواهد کرد بر علیه طالبان؟ ما گفتم با توجه به اظهارات متفاوتی که داشتن هم حکومت ترامپ و هم حکومت آقای بایدن در قبال طالبان، افغانستان به زی حالت جنگ ها به زی حالت باقی نمیمونه اگه مذاکرات و گفتگوهای صلح نتیجه بخش نباشه و از طریق صلح آمیز طرفین درگیر با هم مذاکره و گفتگو میکنم راه حل پیدا نکنم، جنگ ها شاید در افغانستان افزایش پیدا بکنه و جامعه جهانی همو وعده ها و نوید که برای مردم افغانستان داده بوده که من صلح تامین میکنم، دموکراسی رو نادیده میسازم، ما از مردم و افغانستان حمایت میکنیم و به همین مسئله اینا به افغانستان اومدن، مکلفه که برای تامین صلح، برای ختم جنگ، برای از اینکه افغانستان به پای خود استاد بشه و یک نظام مردم سالار حاکم باشه و مردم از طریق انتخابات آزاد برن پای صندوق های رای زعیم ملی خود و تمام ساختارهای انتخاباتی خود تعیین بکنن. یعنی همین ذهنیت ها هست، با همین ذهنیت های تحکیم دموکراسی، حقوق شهروندی، انتخابات، حقوق زن و مصالحون در افغانستان حضور داره. ببینیم سیاست هایی که چون ما بارها شهیدیم که آقای خلیزاد در همین اواخر هم گفته بود که نظام سازی و حکومت داری مربوط خود افغان هست و حتی که دموکراسی هم نباشه چیزی که افغان ها به توافق کردن مورد قبول جامعه جهانی هم هست. خب ببینیم حالا بحث مسئله اساسی افغانستان که می خود شهروندای من پیشتر گفتم از این پروسه صلح من این حیث یک کسی کار میکنم کلا به جریان نیستم که عاقبت این پروسه صلح به کجا میامده. این موافقت نامه که ایالات متحده آمریکا با طالب ها بسته کرده ایر به افغانستان بسته نکرده در قطر، ای که چی خواسته های داشته، ای که چی دیدگاه داشته، ای که چی بحث صورت گرفته، این مربوط به زنا میشه. همین که امروز طالب ها نیروهای خارجی رو مورد هدف قرار نمیدن اما برعکس از اون نیروهای افغان برادرکشی جریان داره، این خود زیر سواله. این که بحث خشونت ها افزایش پیدا کرده و جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و سازمان های بین المللی ناتو خاموش هم در مقابل از
این بحث جدایه. این که پشت پرده چی جریان داره شاید به هیچ شهروند افغانستان مشخص نباشه که بین ایالات متحده آمریکا و طالب ها چی بحث های صورت گرفت. اما این که کشورهای منطقه بحث ایران، بحث چین، بحث کشورهای آسیای میانه رو ببینیم، خود پاکستان و هند ببینیم، مذاکرات و گفتگوهای بارها آقای خلیلزاد کرد، این که چی موضوعات رو با اونا شریک ساخته، این باید از آقای خلیلزاد سوال بکنه. شما آقای خطیبی، ما شاهد بعد از رسیدن در واقع نیروهای آمریکایی در افغانستان هستیم و حتی تعداد نیروهای ناتو از نسبت به آمریکا بیشتر از در افغانستان. آیا در واقع خروج نیروهای آمریکایی به معنای خروج ناتو از افغانستان هم هست؟ چون که ما نمونه عراق داریم که آمریکا خروج کرد ولی باز هم ناتو تصمیم به ماند نگرفت و حتی نیروهای خودش در عراق هم بیشتر کرده بود. اینجا چگونه هست به نظر شما؟ به چند مسئله همه میخوایم توجه کنیم. یک، کاهش خشونت. یعنی چی خشونت؟ باشه کم، یعنی خشونت تایید میکنیم باشه. زمانی که شما تایید میکنید که خشونت، یعنی که اصطلاح واژه گنگ هر داون قانونامه ای که به نام کا و طالبان معیار از این چیز، معیار سنجش شما چیز که خشونت کم شده. یک انسان کشته میشه، یک انسان است برادر من. این هر چی که میخواد باشه، دانشمند، خبرنگار، آدم عادی، کارگر، دهقان، استاد، هر چی که میخواد، یک انسان است، یک خانواده داره، در یک زندگی میکنه. هیچ کس حق کشتن از اون نداره. این یک اگه 10 تا کشته میشه خشونت کم شده، ما دل خوش کنیم. یک واژه بسیار گنگ و مبتذل است به نظر من در اصطلاح جنگی. یک مسئله دوم، در امریکا زمانی که ما ترامپ و بایدن میگیم بازم اشتباه میگیم. سیاست های اصلی امریکا تغییر نمی کنه. یاد شما باشه، نه با رفتن جمهوری خواه ها، نه با رفتن دموکرات ها، نه با آمدن این، نه با آمدن آن. بعضی من میبینم در بعضی جا خلیلزاد دشنام میدن. خلیلزاد مأمور است، خلیلزاد مأمور کاخ سفید است، مجا کنندی سیاست هایی است که برای ازی گفته شده. او سیاست های میکنه که کاخ سفید و دستگاه دیپلماسی و دیپلماسی خارجی امریکا روی از او صحه گذاشته، برای از او دستور میده. هر رئیس جمهوری هم که به امریکا میآید، درست است که دو حزب دموکرات و جمهوری خواه اختلافاتی دارن، ولی نه در بوزد یاد شما باشه آنتاگونیزم باشه، یعنی اجتناب پذیر باشه. اینها در مقاطعی تغییر جهت میدن، کمی ترقوی شعار تغییر میدن، یا نرمتر میکنن یا سفتر میکنن. سیاست امریکا در قسمان افغانستان چی در بعد از زمان بوش و حال این یک سیاست مسئله سوم این نمی کنم. یک در همین کنفرانس موافق نامی در کنفرانس همین موافق نامی امضا شد، ببینی این بازی ها ما گاهی نمی فهم به چی دل خوش میگه. در دوحه کنفرانس ملا برادر موافق نامه امضا میکنه با کی؟ با خلیلزاد وزیر خارجه همشیشته. در ارگ ریاست جمهوری افغانستان وزیر دفاع امریکا با رئیس ناتو یا دبیر کل ناتو با جناب اشرف غنی سیستانه اتفاق کنم امزا بینگم با شما همزمان است، نه؟ هم در این ساعت است، برای در این روز نه، در این ساعت همزمان ناتو تماعت خود و وزیر دفاع امریکا از ارتش افغانستان و تمیل افغانستان این مرد بینگم. اینا بازی نیست، هنوز هم من نمیفهم دیگه چی رقم بازی کنم خود شما. اونجا یه تمیه کنم خود طالب بزنید، اینجا خود شما بازی میکنن، اینجا با شما وعده میدن، اونجا بزنید وعده میدن طالب بزنید بس ما هم اجازه بدن. یعنی میمیم بس فرکم اکیل شد. یکی ما که دم از مردم افغانستان میزنم، از دولت مردهای افغانستان میزنم، از سیاست تاریخ رو بار بار تکرار نکنین بلیاز خدا. از یک سوراخ چند بار گزیده میشه. روسا به افغانستان میدن کم این سقی جایری هم دارم جناب شریف. یعنی کسی یا اگه در جهاد نبیدم دیگه در جهاد هم بیدم از جهاد دفاع میکنم. ما علیه روسا جنگ کرد، روسا به قول ما شکست خوردن، در حالی که روسا برفتن به واسه شما اون خوب برفتن، روسا شکست خوردن. چرا سران مجاهدی با دولت نجیب کنار نامدن؟ چرا با دولت نجیب جنگ کردن؟ همین بچه افغانستان کشتن نمیشد؟ از کرای ما و شما بچه ما نمیدن کشتن نمیشد؟ از ایرز نجی از شما یا از بدخشانی از ایراتی از کابلی از خواستن نکشتیم ما مجاهدین برادر من از خواهیم تا خود تکرار شده. حال هم فرض رو بر این میگیریم امریکا خدا و فیض رفت با همین توافق نامی خود امریکا رو چکار میگنم طالبا اینا رو هم میکشیم؟ یک صد هزار اردوی ملی داره میکشیم اینا رو میکشیم؟ جنگ ادامه پیدا خواهد کرد صد در صد ادامه پیدا خواهد کرد. نقش ناتو در اینجا چه هست؟ ببینید این ما باید یاد بگیریم از تاریخ. تاریخ برای ما افسانه نشده که کی کرد و چیکار کرد و بگید یاد بگیر چی دست آورد داری چیکار کردی.
برای عینی میتاری امین تکرار بارها بارها تکرار شده. متوجه هستن که خروج و حضور و نهاد داستان جنگ راجع به ناتو میام. راجع به ناتو میام. بس بس من. ما دلم میسوزه. من حیث یک انسانی که نسل چهارم است که در اینجا تلفات میده کنن نواسم میره. و من اینجا به تلفات ما قربان میشم. نواسم او چی گناه کرده؟ که به گناه من میسوزه برادرم. بچه من خوره افانه 40 سال چنان سر رو جیش. ولی به نواسم هم باید بمیده. برن برن کمی فکر با حال خوب بکن. اگر اجازه بدید اگر ما ببینم اگر ما ببینم نیروهای کمیال دخیل طرف مقابل طالب هم اتفاقا مجاهدین دیروز هم برای شما بگم اگر با کشتن ما اسلام میای بیایم مر بکشیم ولی نمیای به خدا نمیای با ملا مجیب رحمان نمیای اسلام نه به که شما می نه شما تنیسین بیاد نه طالب میدن نه القاعده نه هم داعش اون نیست خواب خیال همونطور که مدینه فاضله افلاطون نماد و جامعه بدون طبقات مرس نماد هم نماد در خدمت ناتو در خدمت ناتو در خدمت ناتو برای شما امریکا تمویل کننده اصلی ناتو سیاد شما باشه بیشترین سرمایه یا تمویل امریکا میکنه سرمایه بزرگ ناتو یک اتحادی اول یک سال دارم باز ما شما میکنیم ایر بکردیم ناتو بر اساس کدام معایده و فرمان آمده سازمان ملل فیصله کرده معایده با دولت افغانستان امضا کرده با کی امضا کرده ایر بگردیم پیدا کنم ما نیروهای به نام آیساف داشتیم که به داخل افغانستان آمد درست است؟ از کشورهای متفاوت غیر ناتو و غیر ناتو اینا این حال همه ناتو شده این با سوالی که دولت مردان افغانستان جامعه اینکه بساس کدام فرش شما با اینا توافق دارین که آمدن یعنی اگر نمیدن متجاوزن دیگه متجاوز شما خودم نداره برادم هر کس غیر قانونی بیای بدون اجازه می بیای خبر تلویزیون شما هر کس بیای میده او بدون اجازه متجاوز است و ناتو خوبی که بسای با اروپا داره و اتحادیه اروپا چی میگه و اتحادیه اروپا میگه اگر تصمیم ناتو با بسای تصمیم آمریکا است دقیقاً 100 درصد انگلستان چرا از پیمان اتحادیه اروپا خارج شد چون سیاست های از متقابل مقابل با سیاست های آلمان و دیگه کشورهای اروپایی سیاست های از موافق با سیاست های آمریکا رفت به آمریکا و از ایتالیا اروپا خارج شد همین را به جان خوب سیخ بخیر اینها بحث های بسیار کلانی است ما چرا نمیفهمیم عوامل پیدا کنیم ما بحث ما ایست که همه عزیزان و همه دولت مردان و همه سیاست ها عوامل اصلی پیدا کنیم و باز ریشی جنگ هست تا همین زمان باشه کفر اسلام این باز سبا یکی دیگه میفهمیم این کافر است بگیم جنگ کنیم باز اینمی توده بیچاره بدبخت فنگ میگیره میره یکی میکنه و یکی دیگه کافر میگه یکی مسلمان ما دیگه از این مرحله بیاییم بگذاریم دین خوب است دین احترام دارم به همه دین دارا به همه به خصوص اسلام دین خوب ولی وسیله قتل و کشتار ما دیگه نشده ما دیگه میخوایم زندگی کنیم اولاد من میخوای زندگی کنه نسل میخوایم زندگی کنه تا کی بکشیم نشود اگر میشد دیگه این خواهم وقت جناب سیاف بیان که ما نام بگیریم که جنگ جلال آباد جنگ پکتیا چی نتیجه داد زنای افغان در ننگرهاری همونجا اسیر نشد نبردیم در واقع برای بحران افغانستان برای حل دیگری پیدا کنیم برای ربط به حضور چی خارجی باشه چی نباشه چی باشه نباشه اینو نبیده هم بیده ببین کمک که بیشتر بده تشکر حبیب الله کلکانی چیکار تشکر شما آقای خطیبی آقای راسب خب ما در این اواخر در واقع شاهد افزایش خشونت ها هم هستیم در افغانستان حکومت افغانستان دقیقا این داره داره که خشونت ها بیشتر شده و طالبان هم مراتب خودش رو افزایش شده و در عین حال در دوحه قطر هم میز مذاکرات طالبان تک کردن و به سفرهای منطقه‌ای پرداختن اینها چه معنا مفهومی میتونه که داشته باشه به معنا هست که در واقع مذاکرات افغانستان شروع نشده به ختم شد به مبست رسیده و ما با شاهد دیدن در واقع شاهد جنگ در افغانستان باشیم باز هم ببینیم یک بس از اینه که خود امی موقعیتی که فعلا افغانستان داره امی وضعیتی که فعلا افغانستان داره افغانستان هنوز ما خودکفا نشدیم فکر کنیم همین نظام نباشد و طالب ها روی کار بیان با کدام منابع اقتصادی و مالی میخوایم که حکومت خود تداوم بدم که در او جنگ نباشه، خشونت نباشه، فقر و گرسنگی و بیچارگی نباشه. تا زمانی که ما بزی نظرم همین گرفت آمد هایی که میشه حاله همین دید و بازدید هایی که صورت میگیره که نماینده های طالبا با کشورهای مختلف بخصوص کشورهای همسایه سفر میکنن برای از این میرن که ببینم دیدگاه و نظریات از این کشورها را چون طالب ها با او حکومت گذشته که داشتن نمیتونن به افغانستان حکومت بکنم به خاطر از اینکه حکومت قبلی سه کشور به رسمیت شناخته بود به خاطر روش کار خود به سبب منطقی داشتن یا حمایت های سیاسی بیشتر میخواین که دیدگاه و نظریات کشورهای منطقه را همسایه را به خود داشته باشند به خاطر از اینکه بدون همکاری کشورهای منطقه
هیچ حکومت به افغانستان نمیتونه حکومت بکنه. باید روابط دوستانه داشته باشم، روابط در تمام لحاظ با کشورهای همسایه داشته باشیم، چی از لحاظ مسائل مادی و مالی و اقتصادی و فرهنگی و کلتوری و مسائل مذهبی، ما باید با تمام کشورهای منطقه روابط نیک و دوستانه داشته باشیم. بعد از با کشورهای منطقه ما باید روابط نیک و دوستانه داشته باشیم که بتونی بزنی. اگر با او سیاست گذشته مثلا طالب ها بیام حکومت بکنن، باز یک دو سه چهار کشور شاید اینا رو به رسمیت بشناسه و پس پس منزوی بشن. و یکی بس از اینه که همین تداوم حکومت با وجودی که 20 سال جامعه جهانی به کنار حکومت افغانستان بوده، خشونت ها کاهش پیدا نکرده، جنگ به افغانستان ختم نشده، دیدیم که جنگ ها شدت پیدا کرده. خب این زیر سوال همه شهروندایه که کی میخواد صلح در افغانستان تامین بکنه؟ کدام نظام میتونه صلح در افغانستان تامین بکنه؟ کدام نظام میتونه فقر و گرسنگی و بیچارگی را از جامعه افغانستان ریشه کن بسازه؟ شما موافق هستیم با آقای خطیبی که ریشه های جنگ افغانستان باید باید شناسایی کنه، این و این ربطی به حضور و یا خروج خارجی از افغانستان نداره؟ کلا چی در حضور نیروهای خارجی چی بدون نیروهای ما بازم گفتم که نیروهای خارجی روز بعد افغانستان ترک بکنن و افغانستان بگذارن به خود مردم افغانستان، اما در شرایط فعلی که هم کشورهای منطقه هم کشورهای همسایه و هم خود گروهایی که در افغانستان امروز درگیر جنگن و مخالفت میکنن با حکومت افغانستان، اگر همین نیروهای خارجی نباشه، شاید جامعه جهانی اونقدر که فعلا متوجه مردم افغانستان، حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان، اگر نیروهای از اینا نباشه شاید متوجه از اینا نباشن. و خروج از اینا میگیم باید اصولانه باشه، مسئولانه باشه، به خاطر از اینکه اینا پیمانهای استراتژیک با حکومت افغانستان با مردم افغانستان امضا کردن. و اگر اینو غیر اصولانه امرو افغانستان ترک میکنن و جنگ خانه به خانه بین قوم، بین مذهب، بین سمت، بین سو، بین ولایات ایجاد میشه و باز افغانستان به یک خونریزی خانه به خانه شروع میشه، باز پاسخگو نمی جامعه جهانی که در افغانستان حضور پیدا کرده، این را باید باز پاسخ بدن. سازمان های بین الملل بخصوص سازمان ملل متحد باید پاسخگو برای مردم افغانستان باشه. به همون لحاظ که ما میگیم تا زمانی که صلح پایدار با ثبات واقعا، اگر طالب ها واقعا، اگر حکومت افغانستان و جامعه جهانی میخواد صلح در افغانستان تامین بکنه، چرا اینا مذاکرات و گفتگوهای صلح ترک کردن؟ پس پشت پرده بحث مسئله تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان نیست، نوع معامله. و اگر کشورها افغانستان با به خاطر منافع ملی خود، به خاطر ترک از افغانستان معامله بکنند، باز این زیر سوال مردم افغانستان قرار دارد. طالبی که الان مشروع رضا حسین نسبت به گذشته به نظر شما قوی تر شده یا نه؟ با توجه بر این که توافقنامه هم با آمریکا دارن، همین توافقنامه طالب با آمریکا باعث تضعیف طالب شده یا قدرتمند شدن طالب شده؟ ببینیم بحث موافقتنامه ایالات متحده آمریکا با طالب ها یک اتوریته برای طالب ها داد، یعنی از لحاظ سیاسی اینا من حیث یک گروه سیاسی شناخت، اگر نمیشناخت خب موافقتنامه رو امضا نمیکرد. یک بردی بود که برای طالب ها امریکا داد. طالب و عظیمی بود طالب ها رشد لازم و الان دارن در افغانستان. ببینیم ما اگر به جای های زبیر کابل افران ما شهیدیم که ببینیم ما اگر به جای طالب ها می بودم، همین که موافقت نامه صلح ایالات متحده امریکا با افغانستان با امریکا طالب ها امضا کرد، همین که مذاکرات به گفتگوهای صلح افغان ها شروع شد، ما اولین کاری که می کردم آتش بس سرسری یک جانبه با نیروهای خود که در افغانستان بود اعلان می کردم. او وقت بود که ما مردم رو با خود می داشتیم، ذهنیت مردم نسبت به طالبان تغییر میکرد. هر چند که خشونت ها در افغانستان تداوم پیدا بکنه، این کسایی که خشونت افزایش بدن مورد نفرت و تنفر مردم افغانستان قرار میگیره، اون جایگاه مردمی خود بسیار کم دست میده. یکی که ما این توقعی که جناب راسی از خارجی ها دارن یا از سازمان ندارن، هیچ اونا با مقابل ما مسئول نیان بوده، اونا رو به خاک میگذارن، به قبر میگذارن، شما رو به قبر میگذارن، اونا مردم با قابل مردم خود مسئول این تعهد یک خواسته درستی به نظر من نیست. باید هم یک خواست ترگم کنیم از خود توقعش باشیم. دو در قسمت طالب، طالبا با امریکا موافق نامه امضا کرده، با دولت افغانستان نکرده که خود از آتش بس کنه یا چه باشه، دولت افغانستان حضور نداره. من بحث می نمیز بید که نمی توافق نامه دولت افغانستان نباید عملی بکنه، یک طالب راهان نکنه، هیچ الزامی نداشت که دولت افغانستان بعض مواد قرارداد بگیره، چون قرارداد در غیاب از این شده هیچ مسئولیتی به اجرای از اون نداره، برای از اینکه هویت خود ثابت بسازه که یعنی من دولتی هستم که قبول نمیگم ما خود تو قرارداد نمیکنی، مواد امضا نمیکنی، با امریکا میگی برو از امریکا بگی، ما چرا میخوای لا کنم؟ یک ببینید گپ در سیاست نمیز
چیزی میگی چیزی میشه. مسئله دومی که مسئله اساسی که هست اینمی طالب که با اینا میگن طالب و طالب قدیمی بسیار کوتاه کمتر طالب فرصت داریم طالب اگر از طالب بنیادگرایی افرادگرایی خوشینت رو بگیریم دیگه طالبی وجود نداره. اون ناگزیر است برای حفظ هویت خود امیر بکنه. پس بنان بازم از مردم افغانستان سر خواهش می‌کنم که به عمق مسئله بپردازیم، مشکلات در داخل جستجو کنیم نه در بیرون. تشکر از شما آقای نوراحمد برزین خطیبی فعال سیاسی و آقای غلام فروغ قاسم فعال مدنی و تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه بزنگاه همراه بودیم. صحبت مهمانانمون رو پیرامون موضوع برنامه شنیدیم و آنچه که مسلم بود این بود که باید با ریشه های جنگ افغانستان شناسایی کنیم تا به صلح در افغانستان دست پیدا کنیم. تا برنامه دیگر بدرود.